من در طول زندگی سیاسی با بازجوهای متعددی سر کار داشتم. الان ترجیح میدم از جمع اونها با رضا سرای صحبت بکنم که در پرونده موسوم به براندازی خاموش سربازجون بود و خودش رو علوی مینامید. سراج سالهاست که از سرداب بازجویی و به قول خودش تاریکخانه اشباح بیرون اومده و این بار در قامت یک استراتژیست کارهای امنیتی رو در سطح رسانه و سیاست به صورت علنی دنبال میکنه. آقای رضا سراج، با شما حرف میزنم. یادم نمیره اون شب سرد زمستانی در زندان اوین که من رو در دوراهی مرگ و زندگی قرار دادی. اون شب بعد از 2 ماه بیخوابی های طولانی و مستمر، زجر روحی، کتک، فحاشی، تهدیدهای مکرر، حبس در سلول انفرادی و نمایش شلاق فرو ریختن. تو شادمان از فتح سعی کردی از من یک تواب بسازی. بعد از اون شب کابوسوار و اون تسلیم دردآلود بدون چشمم در برابرم ظاهر شدی و من چهرت رو دیدم. اون روزی که در مقابل دوربین های تلویزیون از رهبر خودکامه معذرت خواهی کردم، نه تو، نه خودم و نه سلسله جنبانان اطلاعات موازی هیچ کدوم فکر نمی کردیم چند ماه بعد ماجرا برعکس میشه. من مقاومتم رو باز میابم و با راست کردن قامتی که خم شده بود تو رو از ادامه روند بازجویی حذف میکنم. صدای جزع و فزعت رو از اتاقهای مجاور میشنیدم، اما دیگه تا آزادی و بعد از اون تو رو ندیدم. از اون روزها تا الان تقریبا 15 سال میگذره. اوضاع ظاهراً به نفع تو و رؤسات هست، اما اشتباه میکنی اگر فکر میکنی که تا ابد میشه یک جامعه رو فلج ساخت با سناریو سازی های امنیتی که میکنی یا پرونده سازی هایی که انجام میدی. تصور بکنی که مرا همیشه محسوبان زمینگیر میشن. دیر و ها روزی فرا میرسه که خیزش ملت این بنای استبدادی که به اون تکیه کردی رو منهدم میسازه. اون روز دیر نیست و درست در زمانی که فکرشو نمی کنی فرا میرسه و غافلگیرت میکنه. زمان بازی های عجیبی میکنه. نمیدونم خانوادت و فرزندانت و همسرت از بازجویی ها و ظلم های دیگری که کردی خبر دارن یا نه. یکی از دستیارانت رو در دوران بازجویی به تصادف در مجلسی دیدم. خانوادهش بعد از اطلاع از ماجرا شوکه شدن، اما قسمت جالب ماجرا اونجا بود که در برابر مؤاخذه اونها به همه مقدسات عالم قسم میخورد که هرگز در بازجویی و کارهای اطلاعاتی مشارکت نکرده است. شاید قوپ اعمالت باعث شده که تو هم بازجویی ها و کارهای به اصطلاح امنیتیت رو از خانواده نزدیکت مخفی کرده باشی. من از تو هیچ کینه‌ای به دل ندارم. در یادلانی مثل حاج داوود کریمی برام الگو بودن که به ملاقات و عیادت بازجوش در هنگام بیماری رفت که در حق اون قصاوت زیادی به خرج داده بود، یا مهندس عباس امیر انتظام که به دیدار قاضی بیدادگاهش در بستر احتضار رفت. میدانم آدمیان آمیزه ای از نیروهای شر و خیر هستند. به قول حافظ، آدمیان خوابالوده و خرقه تردامن هستند. ذات هیچ کس بد نیست، اما آدمهای مثل تو که از رنج دیگران و تباه ساختن شخصیت اونها لذت میبرند، اجازه دادن که دیو سیرتی و شرارت بر وجودشون مسلط بشه. تاریخ نشون داده که حتی شریرترین آدم ها هم میتونن رستگار بشن. دریچه رستگاری به روی آنها باز هست. هیچ وقت برای تغییر و جبران دیر نمیشه. امیدوارم که تو وجدانت بیدار بشه، پاسخگویی در یوم الحساب رو باور بکنی، از عمله ظلم بودن منصرف بشی و این کارها رو کنار بگذاری و به انسانیت، مروت و مدارا سلام کن.